نوریا جان و مریار بسیار بسیار خوش آمدین در استودیو. ما وظیفه دارم از جانب آقای سپاس که شما رو خوش آمدید بگویم. بسیار خوش آمدین. اینا شما برای ما قصه بگوین که ای جشنواره بگویم یا فستیوال کدام سال برگزار شده بود، شما طرف کی دعوت شده بودین، از کجا و کجا آمدین، قصه بگوین. باز میشه که دیگه سوالم پیدا شد. دلتان شما آغاز میکنین، آغازگره بشین. دلتان نوریا جان، ما تشکر میکنم از محبت شما، از مهربانی شما. قابل صفت و توصیف نبودیم. ما مو رئی میریار منپنسوی هستیم که از افغانستان آمدیم و زاده مملکت نازنین خود هستیم و همیشه او ماحول و محیطی که داشتیم شکر همیجا هم داریم و افغانای نازنین خود که در هر محفل و مجلسی که ما به خدمتشون رفتیم ما را سرفراز داشتن، همیشه با تشویق ها و کبزدان های خود ما همیشه مدیون ممنونشون هستیم. خدمت شما برز برسم. به اجازه شما اجازه هست که صحبت کنم؟ خدا من نیستنی تا شما نگیره دخانه هم کمیت بگو یک اجازه هست دخانه هم که رقم با یه تر صحبت نمی کنم مقصد گفتم نیم اگر شما فریه سمه نمی کنم من گفتم بگیره خب میره بودی خب فکر دان باشه بیننده عزیز که نوریا جان علاوه که آوازخوان بسیار نازنین هستن بسیار طناز هم هستن، بسیار ظریف هم هستن. سال 1999 به شهر اپلدورن آلند امی گردهمایی یا فستیوالی برای انداخته شد که البته مسئول بخش افغانستان آقای عز احد عزیزاده بله جنابشان بر ما زنگ زدن که اینا میخوان یه برنامه درست کنن، آیا امکانش هست که ما شما تقاضا کنیم که شما رو دعوت کنیم؟ سنفی ما اینا میخواین بله در پوانتون بود به ایمانه که ما فاکولته خواندیم. باز اونا لطف کردن از طریق خودم و دولت آلند بر ما دعوت نامه ایرمان کردن و ما دعوت شدیم به فستیوال. به این فستیوال تقریبا ما شما در جرمنی تشریف داشتیم بله بخاطر ازیم شما یک مدت در امریکا هم تشریف داشتیم. بله برای کنسرت رفته بودیم به چندین بار رفتیم البته و یکی دو مرتبهش تقریبا 7-8 ماه سال 1999 وقتی که گردهمایی یا چی بود فستیوال بود از طرف زنا دعوت شدیم و دعوت زنا را قبول کردیم و رفتیم. وقتی پشت سر استیج اوج معمول نیست که پشت سر استیج کسی بیاید دیگه، اشخاصی که برای تماشا آمده بله همه گی هنرمند هستند. تقریبا از 23 کشور تا بوجه اشتراک کرده بودن هنرمنداش به شمول افغانستان. از افغانستان ما و نوریا جان بودیم. بله. خب یک وقت یک جوان از پشت سر استیج آمد، دیدیم که افغان است، آمد پیش من سلام علیکی کرد. ما گفتم که آقا افغان آمدن؟ ای بابی یک رقم گفت که بله. گفتم بسیار خوب آمدن. ما تو تصور کنید بسیارش به این معنی است که یک نهایتش یک 700-800 نفر شاید آمده باشه، یک 1000 نفر آمده باشه. خب خلاص شد و انانسر هر دفعه میرفت و انانس میداد از یک مملکت و بعد از او مملکت دیگر آمده، نوبت به یک بند موزیک دیگر بود. تقریبا 20 نفر نوازنده داشت و یک خانم میخوند. 20 نفر نوازنده؟ نوازنده داشت بله. سمفونی میخوند؟ واقعا یک ارکستر. و البته این بعض چیزی روی اخبار بعد از کنسرت نشر شد، کوره خود آقای عزیزاده که اونا مسئولی موضوع بود برای ما او را به تلفن گفت که یه چیز پیشون هست. این هر کشور هنرمنداش چند دقیقه وقت داشتن که هنرنمایی بکنن؟ چند ساعت چند دقیقه؟ بله معمولا برنامه همی یک تعداد بودن که بدگه جای دمون منطقه دیگه جای کنسرت بودن. خب چند استیج بود؟ دو استیج، یک استیج. خب استیج مرکزی که بود بله استیج کلان بود و یک تو کمپ واره بود. بله بله. بر از اونها 15 دقیقه و 20 دقیقه وقت داده بودن. چند بند موزیکی بود که ما بودیم در اون جمله، یک ساعت بر ما وقت داده بود. خب خب. بر ما و پیش از ما یک بند موزیکی خدمت شما عرض رساندم که تقریبا 20 نفر نوازنده داشت و گروپ ساوت افریقا همراه سریلانکا. خب. اینا موزیک می نواختن. بعد از این ما را انانس دادن. بله. کانون زد. چی پایان شد؟ گردانسر که آمد برای ما گفت که شما بسیار نفر داریم؟ من برای ما بسیار نیستی نمی فهمی؟ بود خب چون با میدان آمده میدانی هم وقتی سیم با استیج آمدیم که یک حالی است و یک عجیب یک شور و شر است
خب اونجا معمول است که به فستیوال همه چیز معینه باشه که کیبورد باشه و بازی باید برن. همون لحظه کیبورد آمد و لیناش انداخته شد، من از نوری جان خواهش کردم خیلی خود مصروف بساز چیره افغانای ما را، من لینا را درست کنم. آه درست. خود تکنیکر آمد امرای ما تقریبا 34 دقیقه وقت زیر داشتیم که ما هم لینا را پردیم. و نوری جان با فصاحاتی که دارن حتما مقبول صحبت هم کردن نگه. بله. بعد از اون باز کنسرت شروع کردیم. از لطف خداوند کنسرت خوب روی صفحه هست و می خاطر می صحبت ها را کردیم که چه قسم بود و چه رقم بود. ببخشید رحیم جان که یاد من را اگذاریات فراموشم آدم در مصابرات پیدا میکنم که من تصویر را قسمت دیدم، این تصویر را تکنیکی ثبت نشده، فکر میکنم که مسلکی ثبت شده باشه. چه رقم بوده این؟ این تو کدام کمری، تو کدام دوستی بوده یا چه رقم؟ تصادفاً یکی از افغانای عزیز ما به نام آجی نور شیرزای، آقای شیرزای، اینا آمده بودن به کمپ، یک کمپ بود که اونجا مهاجرین افغان بودن برنامه داشتن. او رو فیلم برداری کردن. وقتی که فهمیدن که ما هستیم، اما یک دانه کمره را گرفته آمد به اینجا. این تصادف فیلم برداری شده. بله. نه وقتی که چی شد؟ البته دو کمره بوده. دو کمری البته اتو نبوده که یک اوبیوان باشه و تکفا. متو ساوند ثبت شده و هم چیز. اینا به خاطر از بار زدم که بیننده ما وقتی که من چی براتون بگم کمبودی های تکنیکی و نقصای تکنیکی میبینن براتون برسونم که کاملا تو عیار نبوده که سه چهار کمره بوده باشه و یک دستگاه بزرگ بوده باشه که شما رو ثبت کرده باشن. یک موضوع است، بعضی وقتا شما کنسرت های هنرمندای به سطح بین المللی ببینید، بله، اونا رو ببینید که هم تو پرفکت نمی باشه ولو که ساوند مکمل رو چیره بیارن. بله. خاطر از اینکه او دو وقتی که بیرو بار است و اقدر نوازنده و چیکه است، مشکل است که تو پرفکت باید ثبت شد، برای اینکه سر یک آهنگ قبلا اسکریپت نوشته میشه و بعض موضوعات دیگه دقیق میشه. بله بله. اما در کنسرت او دقیق نیست، برای اینکه هنرمند جای خود نمیفهمه که کجا باید استارت شه و کجا چی کنه. اما شما در وطن متوجه بودید هرچی کنسرت بزرگ می بود؟ بله. کمره ها عیار میشد قبلا برایش آمادگی داشت. بله. اینو چی خاطر گفتم؟ بله. این کنسرت شما گفتید از سال 1999. بله. یعنی اما شما کلی گپ میزنید 2004 به حساب اخرای جولای 2004 است. فیکس 4 سال خواستین که قبلا بکشین به حساب تکسی. من یک موضوع این میشد که قبلا هم قسم ساده باید چی میشد. اما سرازی از نگاه تکنیکی کار شده که تصویرش باید از نگاه کوالیتی باید بالا بره. یک چیزی که منتظر ما بودین که ما باید شما هم باید باشین. بله درباره صحبت شد. واقعا یک چیز درستی باشه که افغانه عزیز ما که میبینن از او یک برداشت خوب باید بله بله. که نقدر افغان ما در اونجا 28,000 افغان تشریف آورده بودن. مجموع چه نفر بوده؟ تقریبا در حدود 40-50 تا 60 هزار نفر است. قرار احصایی که در